گرچه با شیوع کرونا برگزاری المپیک و پارالمپیک به سال بعد موکول شده، اما توکیو که بناست برای دومی بار میزبان بازی‌های پارالمپیک باشد، خود را از حالا برای مسابقات آماده می‌کند. کونیچیوا. در این برنامه با هم خواهیم دید که ژاپن چطور می‌خواهد با آماده شدن برای بازی‌های پارالمپیک نه تنها در این ورزش‌ها، بلکه بر زندگی افراد معلول و کمتوان تأثیر پایداری بگذارد. چیاکی تاکادا سر تمرین می‌رود. فضای شهری اینجا طوری طراحی شده که برای این ورزشکار دچار نابینایی امکان دسترسی بی‌مانع به همه جا فراهم باشد. چیاکی پیشتر در پارالمپیک ریو حضور داشت و در مسابقات سال آینده توکیو بناست در رشته دوی سرعت و پرش طول شرکت کند. اینکه نماینده کشورم باشم رویایی بوده که تعبیر شده. معلولیت فقط یک ویژگی فردی است و ما فرقی با مردم عادی نداریم. دلم می‌خواهد این بازی‌ها فرصتی باشد تا سد میان افراد معلول و غیر معلول فرو بریزد. مقامات شهری توکیو قصد کردند در ایستگاه‌های اصلی قطار، اتوبوس و فرودگاه‌ها دسترسی بی‌مانع برای این افراد فراهم کنند تا آنها نقشی فعال‌تر در اجتماع ایفا کنند. اطلاع رسانی درباره طرح شهری دسترسی بیمانه اخیراً در ژاپن بهتر شده است. مردم اطلاعات مفید برای ویلچر نشینان را به اشتراک می‌گذارند. چیزهایی مانند مسیر آسانسور و رستوران و سرویس بهداشتی. کل ژاپن از المپیک و پارالمپیک بهره می‌برد تا خود را متحول کند. موفق بودن پارالمپیک برای توکیو بسیار مهم است. این مسیرسازی ها نه فقط برای افراد معلول بلکه برای دیگران هم مفید است، یعنی مادران با کالسکه بچه و سالمندانی که در جامعه ما زیادند و اینها میراث بازی های پارالمپیک خواهد بود. میراث توسعه پایدار برای برگزار کنندگان بازی های المپیک و پارالمپیک توکیو کلید کار است. این بازی ها باید به همه اجتماع در سراسر کشور فایده ای برساند، نه فقط به نسل فعلی که به نسل های بعدی هم. به دفتر مدیر کمیته برگزاری المپیک توکیو می رویم که بر بام دهکده قهرمانان المپیک و مشرف به ورزشگاه هاست. %60 زیرساخت ها از پیش موجود است و 9 مجموعه تازه هم داریم که اغلب در همین منطقه خواهند بود. بعد از این بازی ها ساحل اینجا زمین ورزشی جوانان می شود. در خلال بازی های توکیو، طراحی محیط و ایجاد دسترسی برای همه افراد در جامعه تا حدودی نهادینه می شود. این امر برای داشتن یک جامعه پذیرا مهمترین مفهوم است. ژاپن همچنین قصد دارد آگاهی از ناتوانی و کمتوانی را بالا ببرد و در این مسیر از برنامه‌های ویژه کودکان و نوجوانان نیز غافل نیست. بچه‌ها زودتر یاد می‌گیرند چون ذهنیت تثبیت شده و فرق‌گذار ندارند. فهمیده ایم که آموزش به بچه‌ها و انتقال از بچه‌ها به والدین بسیار سریع‌تر از آنچه فکر می‌کردیم صورت می‌گیرد. ما شهر مدرنی داریم و توکیو یکی از پیشرفته‌ترین شهرها در زمینه طراحی شهری همگانی است، در حالی که بخش قدیمی هم با معابد و مقبره‌ها و سنت‌های جاریش در میانه شهر هست. در پارالمپیک توکیو 2020 با ما باشید تا در کنار ورزش از توکیو و ژاپن هم لذت ببرید. پارالمپیک برای ژاپنی‌ها بسیار مهمتر از نفس ورزش است. آنها می‌خواهند با این بازی‌ها بر منش و رفتار جامعه نسبت به افراد معلول تأثیر بگذارند. این کار راهی است برای آنکه نشان دهیم تنها موانع ما در زندگی همان‌هاست که خودمان پیش پایمان می‌گذاریم. شعار بازی‌های المپیک توکیو همبسته بودن با احساس است و روحیه المپیک همین انسانیت مشترک را نشان می‌دهد. ممنون که با ما همراه بودید.